آقای محمد حسین خوشوقت، مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد، میگن در مصاحبه‌ای که همین سه روز پیش کردن، 4 تیر سال 82 از دفتر سعید مرتضوی با من تماس گرفتن و گفتن که او میخواهد ملاقات با شما داشته باشد، فوری مراجعه کنید و یک ضامن معتبر هم همراه خود بیاورید. و با رئیس اداره خبرنگاران خارجی به عنوان ضامن به دفتر دادستان رفتیم. در آنجا مرتضوی اظهار داشت زهرا کاظمی در اعترافات خود تصریح کرده که جاسوس است و مجوز فعالیتش را از وزارت ارشاد، یعنی از منی که گفته برم پیشش احضارم کرده، از وزارت ارشاد گرفته است. گفتم پرونده زهرا کاظمی هست و ما از وزارت اطلاعات استعلام کرده ایم و پاسخ مثبت دریافت کردیم. اما مرتضوی به من گفت شما متهم به معاونت در جرم جاسوسی هستید و یک فرم در برابرم گذاشت که به عنوان متهم آن را پر کنم و خواست به عنوان متهم به سوالاتی پاسخ بدم. خلاصه مطلب اینا یه جر و بحثی میکنن با هم. مرتضوی متن ساختگی از چگونگی فوت زهرا کاظمی رو میده به خوشوقت امضا کنه و بفرسته برای رسانه ها و خوشوقت رو همونجا حبس میکنه، نگرم داره پیش خودش تا روزنامه ها گزارش قلابی رو منتشر کنن که یه وقتی نره بیرون زنگ بزنه بگه که آقا این قلابیه. بعد که اون منتشر میشه بهش میگن خب حالا میتونی بری، ولی نباید به کسی بگی این کارو کردم. خوشوقت میگه شاهد حرفای من عبدالله ناصری، مدیر عامل وقت ایرنا، خبرگزاری دولت. آقای عبدالله ناصری میگه آقای خوشوقت در سربرگ معاونت مطبوعاتی مطالب را فکس کرده بودند به اتاق خبر. و من همینجا یه توضیح بدم، مطلب چی بود که مرتضوی دیکته میکنه به اینا؟ میگه آقا جان بنویس که این اتصاب قضا کرده بود و مرد و خودکشی کرد و مرد و اصلا به ماجرای حبس و ضرب و شتم و این داستانه اصلا اشاره نکن. به هر حال آقای خوشوقت در سربرگ معاونت مطبوعاتی مطالب را فکس کرده بودند به اتاق خبر و من خودم خبر را روی خط دیدم. مطلبی که مربوطش هم در ضمن میکنه به وزارت اطلاعات، میگه دادستانی رو وارد قضیه نکن. بعد از این بود که آقای خوشوقت تماس گرفتند و گفتند که ماجرا این چنین بوده است. با ایرنا تماس میگیره خوشوقت و حقیقت رو میگه. به همین دلیل بود که ما هم یک خبر تکمیلی کار کردیم و این موضوع رو هم با وزیر ارشاد و هم با چند تن از نمایندگان مجلس ششم در میان گذاشتیم. بعد از این گزارش ها نزدیک به 10 بود. حالا این مدیر عامل ایرناست که داره اینا رو میگه، خبرگزاری دولت. بعد از این گزارش ها نزدیک به 10 بود که آقای مرتضوی با من تماس گرفت و شروع کرد به گلایه کردن که چرا در کمیسیون فرهنگی مجلس علیه من گزارش داده ای؟ و من گفتم که به هر حال وقایع را گزارش دادم. از شواهد چنین برمی آمد که این اطلاعات را آقای حداد عادل که آن زمان در کمیسیون فرهنگی حضور داشت به ایشان منتقل کرده بود. خیلی جالبه این نکته. حداد عادل که اون موقع نماینده مجلس بود و نماینده شدنش هم البته خودش داستانی 6 ماه طول کشید و اینا، یعنی کردنش تو مجلس، خبرچین مرتضوی بوده در مجلس زمانی که مرتضوی دادستان تهران بود. میدونیم که بارها مرتضوی از پشت گرم خودش در بیت گفت مجتبی خامنه ای، کسی که حداد عادل پدر زنشه و همیشه سعی کرده در جلسات عمومی ازش دفاع کنه و مجیز مجتبی خامنه ای رو بگه. یعنی این مثلث مرتضوی حداد عادل مجتبی خامنه ای هم بسا در پرونده قتل زهرا کاظمی دست داشتن، مستقیم و غیر مستقیم. اینو باید بررسی عادلانه پرونده روشن کنه. برای این ثبت شده که حداد عادل در پیوند با پرونده زهرا کاظمی برای مرتضوی خبرچینی میکرده از مجلس. آقای عبدالله ناصری، مدیر عامل وقت خبرگزاری ایرنا، میگه مرتضوی در اون زمان چنان قدرتی داشت که هیچ کس نمیتوانست به حوزه او تعرض کند. حتی آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از همون ابتدای مسئولیتشان در قوه قضاییه در سال 77 قصد و اراده این را داشتن که مرتضوی را عوض کنند و من این را مستقیما از آقای مروی، معاون وقت اول قوه قضاییه، نقل می کنم. خود آقای مروی هم که رئیس محکمه قضات بود معتقد بود که مرتضوی چهره پرمسئله‌ای در سیستم قضایی است که خیلی سریع در این سیستم رشد و جایگاه پیدا کرده بود، برای همین قصد جایگزینی او وجود داشت اما با مسائل دیگری مواجه شد و بعد از این ماجرا ارتقاء مقام پیدا کرد فلان. آقای عبدالله ناصری نمیگه که این مسائل دیگه مواجه شد چیه، میخواستن بذارنش کنار با مسائل دیگه مواجه شد. نمیدونم که اینا میخوان همه ی حقیقت رو بگن، شاید هیچ وقت.
ببینید شاهرودی میخواست از شرق مرتضوی خلاص بشه، اما به قول عبدالله ناصری سال 84 با مسائل دیگری مواجه شد و حکم دادستانی سعید مرتضوی رو امضا کرد. داستان این بود که یه بار خدمتتون تو همین برنامه عرض کردم که جلسه ای که بحث بر سر تصمیم گیری نهایی جهت معرفی دادستان تهران بود، در دفتر سال 84 در دفتر آقای شاهرودی وسط جلسه تلفن زنگ میزن، از بیت رهبر معظم آقای شاهرودی رو میخوان و همونجا دستور آقازاده رهبر معظم ابلاغ میشه. حجازی زنگ میزنه به شاهرودی و میگوید که علی اصغر میر حجازی که آقا مشتبه میگن برای دادستانی سعید مرتضوی مناسبه و ببینید تا کجا بیت معظم و مشتبه خامنه ای پشت مرتضوی رو گرم کرده بودند که اعلام می شود آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده فوت زهرا کاظمی را به سعید مرتضوی دادستان تهران سپرد.